خاورمیانه مانند همیشه یکی از داغترین منطقه های جهان است و هر روز اتفاقی میفته اتفاقهایی بسیار جالب و شایدم سرنوشت ساز آخرینش سخنانی است که وزیر مشاور امور خارجی امارات آقای انور قرقاش در یک گفتگوی مجازی با یکی از اندیشکده های آمریکایی اعلام کردند و گفتند که ایشون حاضرند معتقدند که باید با در هر صورت با اسرائیل گفتگو کرد و بسیاری مسائلی هستند که امارات و اسرائیل میتونند در مورد آنها با یکدیگر همکاری کنند اگرچه روابط دیپلماتیکی هم وجود نداشته باشه ما برای گفتگو درباره اهمیت این صحبت ها سری به اورشلیم میزنیم تا با آقای امیر تحلیلگر باسابقه ایرانی اسرائیلی صحبت کنیم آقای امیر خوش اومدید درود بر شما درود بر بینندگان شما آقای امیر صحبت های آقای انور چقدر اهمیت داره مسلما بسیار مهمه ایشون فردی خیلی ملایم آرام منطقی اه اهل همکاری و دوستی که حتی پیام خودش رو به زبان عبری و با یک نصر بسیار قشنگ در رسانه های اسرائیلی منعکس کرد که نشون بده که حسن نیت داره و اگر توصیه میکنه از روی دلسوزی و به خاطر تامین منافع هر دو طرف است برای امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس دوستی با اسرائیل بسیار مهمه برای اسرائیل این دوستی اهمیت بسیار داره و در واقع گام بزرگ دیگری در راه بازگشت یا پذیرفته شدن در جامعه عرب می باشه پس از آن که دولت مصر حدود چهل سال پیش قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرد و چند سال بعد از اون دولت اردن بود که با اسرائیل صلح کرد اگر امیر نشین ها و در رس آنها عربستان سعودی با اسرائیل به توافق و همکاری برسند این میتونه در برقراری نظم و آرامش در منطقه بسیار موثر باشه میتونه پاسخی به زیاد خواهی ها و تعرضات حکومت اسلامی ایران باشه میتونه وسیلهی برای آرام کردن فلسطینی ها و کشاندن آنها به پای میز مذاکرات واقعی با کشور اسرائیل باشه شما اشاره به مذاکرات فلسطینی ها با دولت اسرائیل کردید پادشاه اردن هم اخیرا گفته که در حال تلاش برای اینکه محمود عباس رو متقاعد کنه که به میز مذاکره برگرده آیا شما فکر میکنید که پادشاه اردن شانسی برای موفقیت در این رابطه داره در حالی که روابط کشورهای عربی با اسرائیل در پیامد پیشنهاد آقای بنیامین نتانیاهو برای الحاق یا انضمام بخشی از کرانه باختری به اسرائیل به نوعی اونها رو نگران ساخته بله ب... خوب شد که این د... این مطلب رو اضافه کردید در واقع الان یک مسئله خیلی مهمی که ممکنه روند عادیسازی روابط اسرائیل با امیر ها رو کند بکنه و دولت اردن رو خشمگین بکنه و باعث اخلال در مناسبات دوستانه و همکاری های گسترده بین اسرائیل و اردن بشه همین مسئله انضمام بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل هست که امیدوارم بپرسید و من درباره جزئیاتش براتون توضیحات لازم رو خواهم داد ولی این امر هم از طرف آقای غرقاش و هم از طرف برخی دیگر از ولیعت و امیران امیرنشین های عرب و هم از جانب ملک عبدالله دوم پادشاه اردن موجب دادن هشدار به کشور اسرائیل شده هشدار ملک حسین همونطور که شما هم اشاره کردید به بنیامین نتانیاهو هشدار بسیار مهمی هست به خاطر اینکه اردن میتونه در پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها نقش ارزنده ای ایفا بکنه اردن در حال حاضر طولیت اماکن مقدس مذهبی اسلامی در شرق اورشلیم رو به عهده داره بیش از نیمی از مردم اردن فلسطینی هستند و بنابراین آقای ملک عبدالله میتونه نقش مثبتی رو در این زمینه ایفا بکنه و همین که ایشون به اسرائیل هشدار میدهد که ممکنه این اقدام دولت نتانیاهو اختلالاتی به وجود بیاره این امر رو باید بسیار جدی گرفت در مورد این طرح الحاق بخشی از کرانه باختری رود اردن من در روزنامه های اسرائیلی میخوندم که آقای نتانیاهو چهار طرح در اختیار آقای گانز و حزب ایشون قرار داده و وزیر خارجی که از حزب ایشونه برای اینکه در مورد اونها ابراز نظر کنند تفاوت این طرحها در چی میتونه باشه؟ ببینید در واقع من هیچی نمیدونم و هیچ چیزی رو نمیتونم به پرسش شما اضافه بکنم و بر این باورم که آقای نتانیاهو هم نمیدونه و مسلما آقای بنی گنس و گبی اشکنازی هم نمیدونن به خاطر اینکه هنوز مسائل در حال آماده سازی در حال پختن است در حال رسیدن به توافق با ایالات متحده است و غیره و غیره اگر میپرسید که چهار راه هست و این چهار راه چیه گسترده ترینش این است که دره اردن و بعد توضیح خواهم داد که دره اردن یعنی چه و بخش اعظم آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری رسما به خاک اسرائیل ملحق بشه منظم بشه و این همون برنامه است که جناه راست در اسرائیل میخواد و میخواهد که برپایی کشور مستقل فلسطینی منتفی بشه و بخشی از اسرائیل ناچار نشه برخلاف اون چه که به ایالات متحده خواستار شده در مقابل زمین هایی که از کرانه باختری میگیره از خاک اسرائیل به فلسطینی ها بده یک طرح دیگر احتمالی این است که دره اردن رو اسرائیل برش مسلط باشه ولی اون رو به خاک خودش زمیمه نکنه اهمیت این امر در این است که اون نواری که در طول رودخانه اردن از بالا به پایین میاد و ارزش در برخی نقاط یک کیلومتر سه کیلومتر پنج کیلومتر یعنی از لب رودخانه تا کوههای بلندی که نزدیک اون قرار داره و برای امنیت اسرائیل اهمیت بسیار داره این رو اسرائیل در تسلط خودش داشته باشه بدون اینکه حق حاکمیت بر اونجا رو اجرا بکنه. یک طرح چهارم هم این است که بیایند و فقط برخی از آبادی ها رو آبادی های بزرگ رو و اونهایی که در منطقه به نام منطقه سی سی, سی به،, به انگلیسی قرار داره و از نظر امنیتی و سیاسی تحت اختیار اسرائیل هست در اونجا برقرار بکنن ولی هیچ کدوم از اینهایی که گفتم هنوز قطعی نشده هیچ کس نمیدونه که ما به کجا میریم و حتی ما نمیدونیم که چه هنگام قرار است که این برنامه اجرا بشه البته آقای نتانیاهو گفته است که تا ده یا ده روز دیگه من باور نمی کنم و احتمالش بسیار ضعیفه آقای امیر اروپا خب دولت های مختلف و همینطور مقام ارشد سیاست خارج و امنیت اروپا با این طرح الحاق یا انزمام به شدت مخالفت کردند. آمریکا سکوت اختیار کرده این سکوت آمریکا رو چگونه باید تعبیر کرد؟ بله مسلمه که باید سکوت بکنه به خاطر اینکه این بخشی از طرحی است که به نام معامله قرن از طرف پرزیدنت ترامپ و دستیارانش تهیه شده یعنی در این طرح صلح به اسرائیل اجازه داده شده که بخشی از آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه رو که هم به مرز اسرائیل نزدیکه و هم آبادی های خیلی بزرگی هست اینها رو در مالکیت خودش نگه داره ولی در مقابل به اندازه اون خاکی که میگیره در از خاک خودش به فلسطینی ها بده این چیزیست که در طرح ایالات متحده کاملا قید شده مسئله دره اردن هم ایالات متحده تایید میکنه که از نظر امنیتی برای اسرائیل خیلی مهمه فقط یادآوری بکنیم که علی خامنهای سه سال پیش و حدود یک ماه پیش دوباره گفت که باید تلاش کرد و اسلحه قاچاق کرد از طریق دره اردن و رودخانه اردن به داخل کرانه باختری که گروه های ترور فلسطینی از آنجا هم بتونند همانند قضه اسرائیل رو مورد حمله قرار بدن بنابراین بسیار از دیدگاه دولت آقای نتانیاهو و آقای گنس و دیگران بسیار مهمه که اسرائیل بر اونجا تسلط داشته باشه حالا آیا این تسلط به صورت حاکمیت باشه و یا یک تسلط و نظارت نظامی باشه همه اینها مورد توافق ایالات متحده قرار داره و آمریکا سکوت نکرده بلکه به عکس مذاکرات محرمانه بین اسرائیل و ایالات متحده ادامه داره که روی مواردی که شمردم توافق لازم انجام بشه و آقای نتانیاهو چراغ سبز ایالات متحده رو بگیره و اون وقت بتونه برنامه رو عملی بکنید شما فکر نمی کنید که اگر این برنامه آقای نتانیاهو قدم به مرحله اجرایی بگذاره جمهوری اسلامی که روابطش حتی با حماس هم در این روزها کمی شکراب شده و حماس یک نفر رو به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت کرده بار دیگر بهبود پیدا کنند و جمهوری اسلامی جاپای خودش رو حداقل در غزه محکم کنه ببینید ساختار روابط حکومت ایران با سازمانهای های ترور فلسطینی به است و در نوعی است که یک چنین اموری نمیتونه به همکاریهاشون آسیبی برسونه به خاطر اینکه این همکاری ها همش مسلحتی و از روی منافع هست بنابراین جاسوس بگیرند یا نگیرند تا موقعی که حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین میتونن از حکومت ایران پول بگیرن و اسلحه بگیرن این روابط ادامه خواهد یافت در لحظه ای که حماس و حتی جهاد اسلامی که حکومت ایران اون رو برپا کرده نیازی به رژیم ایران نداشته باشند بهش پشت خواهند کرد و بیعتنائی خواهند کرد و ما این رو در بارها و بارها در گذشته دیدیم مثلا حماس که بیشترین کمک مالی و تسلیحاتی رو از حکومت ایران میگیره بهترین و نزدیکترین روابط رو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داره وقتی که اردوغان طرفداری کرد از فلسطینی ها و حماس و گفت به اسرائیل که شما باید تحریم ها رو بردارید و این محاصره دریایی و زمینی رو قطع کنید پرچم های ترکیه بود که در غزه به احتزاز در آوردند هرگز پرچم حکومت اسلامی ایران رو در اونجا به احتزاز در نیاوردن حماس فراموش نخواهد کرد که رژیم ایران یک رژیم شیعه است حماس زاده اخوان المسلمینه که اهل تسنن تعصبگرا هستند بنابراین هرگز حماس به حکومت ایران وقتی که دیگه بهش نیاز نداشته باشه اجازه نخواهد داد که تسلطی حاکمیتی نفوذی دخالتی در نوار غزه داشته باشه اینها همکاری های مسلحتی هم برای حکومت ایران و هم برای حماس با سپاس فراوان از همراهیتون خشم